با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه دوم نوامبر 2013 و 11 آبان ماه 1392. امروز ابتدا گزارش مالی که هر دو هفته یک بار هست و بعد میریم روی اخبار ایران و بعدش اخبار امریکا، برای اینکه این دوتا الان یه پیوند ناگسستنی پیدا کردن و به طور کلی بحث راجع به این دو کشور یعنی ایران و امریکا اوضاع کل منطقه رو و اثرات جهانی واقعا داره. ولی به هر حال بعد از اخبار ایران میرم روی اخبار امریکا و بعدش هم به بخش سوم برنامه نمیرسیم، جاهای دیگه دنیا رو بررسی بکنیم. البته من اشاراتی شاید به وضعیت سوریه بکنم که ارتباط با این قضیه هم پیدا میکنه. ولی قبل از اون میخواستم، هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که عزیزان جنوب کالیفرنیا یعنی انجمن گلبانگ، انجمن هنری هستش که معمولا شنبه ها برنامه دارن، هم برنامه های نقاشی، هنری و سخنرانی، از من خواستن که اونجا امروز صحبت خواهم داشت ساعت 6:30، ولی عزیزان از ساعت 3 اونجا هستن، ولی به هر حال سخنرانی از 6:30 شروع میشه. میخواستم عرض شود که هم آدرس ایمیلی رو بدم برای این انجمن و هم شماره های تلفنی رو که عزیزان میتونن تماس بگیرن. info@goldbank.com و بعدش هم دو تا شماره تلفن اگه عزیزان بخوان یادداشت بکنن، 949-929-1173 و 949-587-10. مرسی عزیز. ولی عزیزان اگه فقط گلبانگ توی این چیز بزنن تمام اطلاعات براشون میاد. میرم روی عرصه‌ای که گزارش مالی از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از بول کریک در استرالیای غربی 100 دلار، از عزیزان ایتالیا در مجموع 400 یورو، از هانتینگتون در وست ویرجینیا 100 دلار، از رازلین در نیویورک 200 دلار، از پورت مودی در بریتیش کولومبیا کانادا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 250 دلار، از برمن در آلمان عزیزی 10 دلار فرستادم، از کوکیتلام در بریتیش کولومبیا کانادا 100 دلار کانادا، از ونکوور کانادا 50 دلار. به یاد مرتضی کیوان، انسان بزرگی که به دست رژیم جنایتکار شاه شهید شد، مرتضی کیوان. از بیکرزفیلد در کالیفرنیا 15 دلار، از لاس وگاس عزیزان اونجا 200 دلار فرستادن. هر شبت که از شهر قمارباز بزرگ که گفت که باید عرصه‌ای که قمارخونه داره بزرگ که گفت باید در کویر ایران یک بمب اتمی بندازید، شلدن ادلسون عرصه‌ای که، و بعد اگه گوش نکرد ایران بهش بگید که نفر بعدی بمب اتم بعدی باید در شهر تهران باشه، ولی در این شهر انسان‌هایی پیدا میشن. هر شبت که از وست ونکوور در کانادا 100 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا کانادا 50 دلار، از کنزینگتون در استرالیا 100 دلار، از وست هیلز در کالیفرنیا 100 دلار، از سن لامبرت در کبک کانادا 200 دلار، و از آنکارا در ترکیه
عزیزی $100 فرستادم. من ابتدا گزارش نسبتاً مفصلی رو که از ایران اومده برای عزیزان میخونم که در واقع آخرین خبرها درش هست خوشبختانه، و بعد بخشی از مصاحبه‌ای رو که زهرا موسوی، یکی از فرزندان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد با سایت کلمه داشتن، به دنبال اون برای عزیزان میخونم، و اگر فرصت شد نامه دیگه‌ای که از ایران برای من رسیده که وضعیت اقتصادی چطوره تا ببینیم چی داره میگذره. در حالی که تیم مذاکره کننده هسته‌ای مرحله دوم نشست خودش با 5+1 را با موفقیت پشت سر گذاشته و مطابق نظر فیما بین طرفهای گفتگو قرار شد نشست بعدی در روزهای 19 به 20 ماه جاری در تهران برگزار گردد، که من خبر عرشبت که نیویورک تایمز رو در این رابطه، ایران نیویورک تایمز 30 اکتبر 2 روز پیش، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه و سه‌شنبه 28 و 29 اکتبر مذاکرات 2 روزه بسیار سازنده‌ای داشتند در وین، و این مذاکرات را در 11 نوامبر ادامه خواهند داد که قرار در تهران باشه. هرچند که این که همینک نمایندگان 4 وزارتخانه ایران در وین در خصوص لغو تحریم‌ها چانه‌زنی می‌کنند، از 2 سو هم داخل توسط نمایندگان و سخنگویان مافیای اقتصادی و هم از خارج توسط نئوکانها و لابی صهیونیسم در امریکا و همراهانش، دولت نتانیاهو، عربستان و دیگر دنبالچه‌ها شدیداً مورد حمله واقع شده. عزیزان ببینن که دست راستی های خارج با دست راستی های داخل چطور دست در دست هم عمل می کنن. این مافیا همین جوری بوده و هست و قدرت واقعی هنوز دستشه. باید ببینیم که ملت ایران در برابر این مافیا چه کار باید بکنه. هر شود که عباس عراقچی معاون وزارت خارجه بالاخره دست از سکوت می کشد و صحنه گفتگو را با صحنه جنگ میان ایران و عراق قیاس کرده و می گوید اگر حمایت های سنگرهای پشت جبهه جنگ نمی شد، بدون شک خط مقدم نمی توانست به پیشروی ادامه دهد و به موفقیت های بزرگی دست یابد. پشت جبهه باید وجود داشته باشد. متاسفانه امروز تیم مذاکره کننده دولت 11 نه تنها از حمایت های لازم از سوی نیروهای زینفوز برخوردار نیست، بلکه دیده می شود دست هایی با نمایشات و تندروی های نامطلوب. پس فردا میخوان روز 13 آبان میخوان تظاهرات مرگ بر امریکا را بندازن، و این خواست نتانیاهوه، خواست جان مکین و عرشبت که سایر دست راستی ها در امریکاست، دست راستی های کنگره امریکاست. دست در دست هم دارن عمل میکنن. آیا واقعا در زیر اینا با هم رابطه ندارن؟ و خارج از قاعده قصد کارشکنی و شکست نتیجه مذاکرات که حذف تحریم‌های اقتصادی و عادی سازی با جامعه جهانی را به دنبال کردن را خیال اینو دارن، او نتیجه مذاکرات را آقای عراقچی تا کنون موفقیت آمیز و رو به جلو توصیف می‌کند و انتظار دارد که در روزهای عادی در نشست تهران ماحصل گفتگوها به تعامل سازنده با دنیا منجر شد و به نتیجه مطلوب برسه. مگه میذارم؟ ظرف مهلت 7-8 روزه اخیر حرکت‌های از جمله حرکت دستجات معلوم الحال شعار مرگ بر امریکا، نصب بنرها و بیلبوردها از این چیزهای پارچه‌ای و بعدش تابلوهای تبلیغاتی که دیگه جا افتاده، بنر بهشون میگن و بیلبورد، و دائر کردن جلسات مناقشه برانگیز علیه دولت، مصاحبه های تحریک‌آمیز از جمله اذعان به ادامه غنی‌سازی 20% که حتی نتانیاهو گفت که 20% قطع شده، اینا میگن خیر 20% چی
که اعتراض و داد و فریاد مخالفین خارجی به ویژه صهیونیسم بین المللی و طرفداران جنگ و تجزیه و طراحان طرح به اصلاح خاورمیانه بزرگ را علیه تیم اوباما و پنج به علاوه یک برانگیخته. اینا هم علیه اوباما دارن عمل میکنن به گونه ای که کنگره امریکا تصمیم میگیرد همراه با مذاکره فشار تحریم ها را به شدت بخشه تا صدور نفت ایران به مرز 600 هزار بشکه که الان به قرار معلوم به 700 هزار رسیده در روز برسه. یعنی اقتصاد از پا در بیاره. هدفشون اینه. چه کسی از این مسئله هم در خارج سود میبره و هم در داخل؟ اگرچه مسئولین دولت اوباما زیر بار نرفته و تحرکات دور از انتظار داخل ساختار قدرت سیاسی ایران را از جمله تحرکات مناقشه برانگیز علیه دولت منتخب روحانی توصیف نمودند و شرایط حاضر را جهت لغو تحریم ها که خواست و نیت کلیه نظام کشور و ایران از فرصتی تازه برشمردن، اما مرتجعین داخلی به موازات همسوهای خارجیشان طرحی تازه جهت عقیم گذاشتن مذاکره از آستین در آوردن. احمد خاتمی عزیزان به خطبه نماز جمعه دیروزش، این مردک بیچاک و دهن پشت تریبون نماز جمعه دیروز گفته است ما هم شعار مرگ بر امریکا را به همراه مذاکره ادامه می دهیم. خطبه های نماز جمعه زیر نظر کیه؟ و فقط در تهران نبوده، در تمام شهرستان ها همین داستان، یک صدا علیه این قضیه. براستی که صحنه تقابل منافع، صحنه جنگ و درگیری، صحنه تضاد طبقاتی و جنگ واقعی است. از ابتدای دولت روحانی تا کنون 250 نفر اعدام شدند. موقعی که ما میگیم اینا آدم خارن، خون آشامن، بعضی از عزیزان از ایران وقت اعتراض میکنن. در عرض همین دو ماه 250 نفر، غیر از اینه که زهر چشم گرفتن از مردم، این جنایتکارا، این ضد بشرها، شدت خفقان و سرکوب نیروهای سیاسی و عقیدتی، مدنی، قومی، روند تصاعدی به خودش گرفته. تهدیدها و تحریک‌ها، تحقیرها هر روز بیشتر و بیشتر می شود. کارشکنی‌ها حد و مرز ندارد. نافرمانی نیروهای انتظامی و امنیتی از دولت کاملا آشکار و خلاف نظر وزارتخانه مطبوع عمل می کند. قدرت اصلا جای دیگه است. با آنکه نذاشتنش که وزرایی رو که میخواست انتخاب بکنه یا سر کار بیاره، همینها رو هم نمیذارن کار بکنن و زیر نظر دیگران هم. نوعی هرج و مرج، روی هرج و مرج را که حکایت از دولت سایه دارد و آبشخور آن مافیای اقتصادی است میتوان در بدن و زیر مجموعه دولت دید. یه دولت دیگه داره عمل میکنه، نه دولت روحانی. من حیث المجموع میتوان قبول کرد که قدرتی بالاتر که حالی از مافیای اقتصادی ارتزاق میکند دستن در کار اخلالگری در امور کشوره تا بتواند تیم روحانی را به زانو در بیاره، که البته بی نتیجه هم نبوده است. عکس العمل آقای روحانی چی بوده؟ عکس العمل آقای رفسنجانی چی بوده؟ عکس العمل آقای خاتمی چی بوده؟ سکوت. آقای خاتمی رو به صحبتاش عزیزان در همین چند روز پیش، دو سه روز پیش با دانشجوها، که شما بخش لایتجزایی از بدنه این نظام مقدس هستی، انتقاد بکنید ولی اعتراض نه، فقط صندوق رأی، هر چیز دیگری خطرناکه. درد بنابراین این زیر مجموعه و این دولت سایه نیست، درد خیلی عمیق‌تره و باید ببینیم در برابر این توهین‌ها یه ضد انسانی که به دخترهای
آقای موسوی و زهرا رهنورد شد، رفسنجانی چه عکس العملی نشون داد؟ هیچ. روحانی چه عملی نشون داد؟ عکس العملی هیچ. خاتمی دلجویی، کار همیشگیش دلجویی، ولی اعتراض حرام است. در واقع نسل جوانی رو میخواد تربیت بکنه، سازشکار، تسلیم طلب، بی استخوان مثل خودش. ملت ما باید بدونه که مسئله عمیق‌تر از این دولت سایه است. مردم باید در صحنه باشن، فقط صندوق رأی نیست که آقای خاتمی میگه فقط صندوق رأی، و اون هم صندوق رأیی که حکومت تعیین میکنه، یعنی با نظارت استصوابی. غیر از اون همه چیز حرام است. نوعی هرج و مرج که حیات از برج من حیث المجموع، ماجرای اعدام ها، بازداشت ها، ضرب و جرح فرزندان میر حسین و اهانت به مردم در روز عید قدیر، از آن مهمتر اعدام 16 نفر از زندانیان سیاسی بلوچ دربند، این ضد بشرها اعدام کردن، اون نه، دو نفر از هموطنان کرد ما رو اعدام کردن، زهر چشم گرفتن با خون آشامی، با آدمخواری. دربند به جهت مقابله با به مثل با طراحان جنگ شیعه و سنی، درسته اونا هم از اون طرف عربستان سعودی همین به اصطلاح آدمکشای اون طرف رو تحریک میکنن برای اینکه اینا هم اینطور عکس العمل نشون بدن و در نتیجه اوضاع رو به تلاشی بکشونن، نذارن هیچ گونه صلحی به وجود بیاد، هیچ گونه مذاکره ای به موفقیت برسه. که روحانی از آن به عنوان جریان هدایت شده یاد میکنه. در شرایط تاریخی کنونی همراهان و همفکران و بویژه فعالین و اثرگذاران جنبش سبز را برآشفته و عکس العمل نشان دادند و این روحانی را در محک و آزمایش، در بوته آزمایش میذاره. در 3 ماه اولش در این مورد به خصوص رفوزه شد به قولهایی که به مردم داده بود، مردمی که رفتن پای صندوق رأی، قولهایی که داده بود عمل نکرد. برخی از فعالین صاحب نام جنبش سبز تصریح کردند که روحانی نمیتواند به صرف اینکه مخالف این ناروایی هاست سکوت پیشه کند و گفتند خواست مشترک جنبش و همه مردم کشور، همون گونه که در همایش‌های تبلیغاتی با شعار یا حسین میر حسین وارد شدند، آزادی زندانیان سیاسی و رهبران در حصر است. چنانچه ایشان توانایی برخورد با جریانات سخیف مرتجع را ندارد، اگه نداره و نمیتونه به خواست مردم بپردازه، بیاد و موضوع را با مردم بگوید، جرأت اینو پیدا بکنه، لااقل به مردم مراجعه بکنه و از مردم همانند شرکت در مبارزات انتخاباتی به حضورشون در صحنه حک بخواهد. سکوت دردی را دوا نمی کند. و اما در زیر پوست اخبار فراگیر یاد شده اتفاقی افتاده است که به نظر این جانب قابل توجه است. بعد از نشست پیاپی در خصوص انتخاب ریاست مرکز استراتژیک شورای مصلحت نظام میان اعضای شورای مصلحت که بی نتیجه بود، نهایتاً هاشمی رفسنجانی خود ریاست این رو چشید و جای خالی حسن روحانی رو به ولایتی سپرده که به نظر من با توجه به موضعی که ولایتی در مناظره انتخاباتی داشته، عرض شود که در برابر جبهه پایداری و سپاه و حکایت از وجود زاویه مینانه بی اهمیت نیست. سالگرد ستار بهشتی، کارگر شهید و بلاگ نویس، با حضور جمع زیادی از مردم و حضور برخی از چهره‌های جنبش سبز و سخنرانی غرا و رسوا کننده آقای نوریزاد، عزیزان به ویدیوش باید نگاه بکنن. من فرصت نیست که بذارمش این ویدیو رو، چند نفر از عزیزان برام فرستادن این ویدیو رو، همه هموطنان ما باید ببینن. لااقل این آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای روحانی 1000 جرأت و شجاعت این انسان رو داشته باشن.
عزیزان به صحبتهایی که بر سر مزار ستار بهشتی بوده گوش بکنم. ما به چنین انسانهای احتیاج داریم که از شکوه و اهمیت خاصی در کشور برخوردار بود. همینطور تعداد 170 نفر از کارگران کارخانه شهرستان قربه بعد از اعتصاب و تجمع در جلوی مجلس وزارت کار به دستور مسئولین و وزارت کار رئیس کارخانه مجبور پرداخت حقوق عقب افتاده آنان و نیز درب کارخانه را به روی آنان گشود. صرف نظر از وجوه درگیری میان دولت منتخب، منتخب روحانی و مجموعه باند سلفی و باندهای امنیتی زیر مجموعه بیت ولایت، اوضاع اسفناک و غیر قابل اصلاح اقتصادی حاکم بر کشور، اینک مصلحت کشور و دولت و حاکمیت، هم جنبش سبز هم مردم در خدمت تحریم ها گره خورده است. همه به همین دلیل بود که روحانی رو گذاشتن بره و مذاکره رو شروع، ولی الان دارن خرابکاری میکنن و بعدش از نظر داخلی نه تنها نمیخوان گشایشی بشه، زندانیا آزاد بشن، زندانیان در حصر آزاد بشن، بلکه به شدت سرکوب ها رو تشدید کردن، ضمن توجه به اینکه هر کدام هم البته خط قرمز های خود رو دارن. لذا بدون حذف تحریم ها بدون شک سنگی روی سنگ بند نخواهد شد. عزیزان در نامه‌ای که اومده، من نمیخوام وارد، در شمال شهر تهران گوجه فرنگی کیلوی 5000 تومان، هندوانه کیلوی 2700 تومان، پیاز کیلوی 2500 تومان، گوشت از 30000 تومان به بالا، که البته قسمت‌های مرغوب آن بیشتره، کیلوی 44000 تومان، 46000 تومان. طبیعی است که امثال من حقوق بگیر از خوردن ماهی محروم هستیم. در داورترین صحنه‌ای که دیدم، یکی از محله‌های جنوب شهر، دوستی برای عده‌ای به صورت نذر غذا برده بود. خانواده‌های زحمتکش کاری، بچه 5-6 ساله فریاد می‌زد مامان گوشت توشه، گوشت توی اینه، ببین چقدر گوشت. ما که نمیتوانیم ماهی بخوریم، از خوردن گوشت قرمز هم هر شود که این وضعیت مردم از نظر اقتصادی، اونم از نظر سیاسی. من فقط بخشایی رو میخوام از صحبتی رو که سایت کلمه داشته با زهرا موسوی، یکی از فرزندان میرحسین موسوی، مصاحبه مفصله، عزیزان باید بخوننش، درس توشه. میگه مسئله بعدی که مطرح شده از جانب منبع ناشناس، که وزیر دادگستریشون در اومد گفت که آره اینا دارن عرشبت که صحنه سازی میکنن، عرشبت که جف سازی میکنن، همچین خبری نبوده. و دیدیم که دادستان و بعدش هم عرشبت که رئیس قوه قضاییشون صادق عرشبت که لاریجانی، این آدمایی که بویی از انسانیت و شرافت نبردن و قدرت این کشور به دست چنین آدمای جانی و آدمکش و خون‌آشامی افتاده. مسئله که مطرح شده از جانب منبع ناشناس وزارت اطلاعات، که گفته شده ما رفتارمان خارج از ضابطه بوده و به همین دلیل درگیری ایجاد شده است. این و اصلی ترین مسئله این است که کدام ضابطه و چارچوب. شاید منظورشون این است که هر دستوری که بدهن و هر تعیین تکلیفی که بکنن، ما به خاطر اینکه پدر و مادرمون زندانی هستن باید با آن تن بدهیم، از جمله لختمون بکنن جلوی دوربین، و هر تحقیر و خفتی را بپذیریم. و این امر بر آنها مشتبه شده که قواعد را هر بار تغییر بدن، و از سوی دیگر سکوت اجباری و ناخواسته ما موجب شده فکر کنند که مجازن تا کم کم به شکستن حریم ها و خط قرمز ها هم. خب ما چنین ضابطه نانوشته ای را هرگز نمیپذیریم، نه پذیرفتیم و نه میپذیریم. عزیزان دقت بکنن، آیا در خانه امنی که در کنار خانه پدر و مادر ما هست و پر از دوربین و شنوده است، که بخشی از آن دوربین ها را میبینیم و بخشی را هم نمیبینیم و به تجربه مطمئن هستیم وجود دارد و میدانیم که چه خبر است،
که در هر حریم خصوصی ما رد پایی در آن هست، آیا این صحیح هست و این ضابطه وجود دارد که ما را در مقابل دوربین ها عریان کنند؟ این ضابطه را نپذیرفتم. روز عید قدیر و اولاد پیغمبر کجان؟ اینا مسلمونن؟ اینا کیان؟ خیلی خوب، اگر این ضابطه هست بیان و بگوین و ارائه کنن تا همه بدانن. بارها و بارها پدر من به آنها تأکید کرده است که شما آیین نامه و چارچوب را درباره به همین حصر که کاملا غیر قانونی و غیر انسانی است ارائه دهید تا بدانند خانواده من در چه وضعیتی قرار دارم موقعی که میان ملاقات ما سالی یکی دو بار. چنین چیزی وجود نداشت، هرگز آیین نامه رسمی ارائه نشده. کدوم ضابطه؟ بعد اون وقت لحن به حساب آرامتری به خودش، به هر حال زندانبان هستن دیگر، از کسی که شغل زندانبان است که انتظار نمی شود داشت، و ایشون میگه که تقصیر این خانم نیست، تقصیر سیستمه. بعد هم این سیستمی که این افراد را می پروراند که زندانبان باشند، افرادی را می پروراند که به دیگران حمله کنند و چنان هم خودشون را محق بدانند و دیگران را گناهکار، که به تعبیر همین خانم نجس بدانند. فقط ما را نمی گفتن نجس، فقط خانواده موسوی را هم میگن نجس. آن سیستم است که ایراد دارد. آقای خاتمی، این نظام مقدس نیست. قلب او را چه کسی پر از کینه کرده است؟ این زنی را که این طور منو گاز گرفته و به صورت من سیلی زده. اگه خانم زهرا موسوی میخواد بدونه که چه کسایی قلب این افراد رو پر از کینه کرده، بره به سخنرانی های خمینی از ابتدای ورودش تا موقع مرگش گوش بکنه به دقت، که چطور پدر رو علیه پسر، مادر را علیه فرزندان خودش، همسایه را علیه همسایه تحریک کرد و به جون هم انداخت و کینه تا اعماق وجود مردم ایران وارد کرد. رأس همین سیستم اینه. دلیلی ندارد یک طرف بی محابا بتازد، این روی سخنش با آقای روحانیه، و طرف دیگر ناظر مظلوم باشد. اینه داستانی که در ایران وجود داره و مردم ما فقط به صندوق رأی اگر اکتفا بکنن اینه سرنوشتشون. اون کسانی که بهشون پیشنهاد میکنن فقط صندوق رأی، اعتراض یعنی براندازی، و بنابراین هیچ دست نباید بخوره این سیستم، کوچکترین تغییری نباید بکنه. هر کسی اعتراض کرد به معنای براندازیه. آقای خاتمی همین پریروزا در واقع آنچه که به دانشگاه گفت محتواش اینه. و این سیستم رو یه سیستم مقدس میدونن، جنگ رو یه جنگ مقدس میدونن، دفاع مقدس میدونن. بنابراین حالا من میخوام اخبار امریکا رو برای عزیزان بخونم، برای اینکه این مافیای ضد بشر که داره این کار رو در داخل میکنه فقط به یک چیز تکیه داشته، شعار مرگ بر امریکا و ترسوندن مردم از حمله نظامی، از تجاوز، از تجزیه و و و و و, و نون اینو خورده. از روابط عادی هم عربستان و اسرائیل ضرر میکنن، هر کدوم به دلایل خودشون که باید این باز بشه، ولی اونایی که در داخل هستن نونشون آجر میشه. اینا در شرایطی که خطر خارجی باشه، برادران قاچاقچی میتونن میلیاردر و ملتی میلیاردر بشن و برن در خونهایی که در همین نامه هر متر مربعش 40 میلیون تومنه زندگی بکنن، در زعفرانیه و در نیاوران و در شمال و امثال هم.
و لااقل 50-60% از مردم در فقر زندگی بکنن. اینه اوضاع دنیا داره تغییر میکنه و شمشیر داموکلس جنگ از سر کشور ما داره برداشته میشه لااقل فعلا، و دلایلی داره که من میخوام با رجوع به دو مقاله، یکی از نیویورک تایمز و یکی از گاردین، به عزیزان بگم که این اثرات مستقیم روی کشور ما داره، که این مافیای ضد بشر رو اون وقت مردم موقعی که این شمشیر داموکلس برداشته شد، مردم دشمن داخلی رو باید بهش برسن. تا الان دشمن خارجی مردم رو باز داشته از اینکه وارد صحنه بشن و درسی به این جنایتکارا بدن. به تدریج دنیا داره عوض میشه. من قبلا صحبت کردم که چرا امریکا به سوریه حمله نکرد و با ایران وارد مذاکره شد. دلایلش رو قبلا من عرض کردم برای عزیزان، ولی الان و پیشنهاد کردم که عزیزان در این زمینه منو به چالش بگیرن، ولی الان بعد از اون صحبت ها اسنادش لااقل بیرون اومده، هم از زبان نیویورک تایمز و هم از روزنامه گاردین انگلیس. عرض شد که مقاله نیویورک تایمز 27 اکتبر زیر عنوان سوزان رایس استراتژی خاورمیانه معتدلتری را عرضه می کند. در ماه های جولای و آگست گذشته، همین تابستون گذشته، سوزان رایس مشاور سیاسی ارشد اوباما، نیم دوجین 6-7 نفر همکاران خود را در اداره خودش در گوشه ای از کاخ سفید جمع می کرد هر هفته شنبه ها تا سیاست آینده ای امریکا در خاورمیانه را تحریزی بکنم. عزیزان دقت بکنم، اینه که به سوریه حمله نکردن به خاطر خیرخواهی نیست، کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، و به همین دلیله که عربستان و اسرائیل تنشون به لرز افتاده. این تصمیمات توی تابستون گرفته شده. بازبینی این سیاست نوعی تصحیح میان دوره‌ای بود که نقشه راه جدیدی در این منطقه پرآشوب برای امریکا باز می کرد. آقای اوباما ماه گذشته اولویت های اتخاذ شده در این بازبینی در سیاست امریکا رو در نطق سازمان مللش تشریح کرد که من از اون در حقیقت نقل قول کردم برای عزیزان، ولی سند دیگه‌شو نمی‌دونستم که این بحثا توی کاخ سفید صورت گرفته در تابستون. او اعلام کرد ایالات متحده روی مذاکره هسته‌ای با ایران تمرکز خواهد کرد، یعنی وارد مذاکره خواهد شد و نه جنگ، برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها میانجیگری خواهد کرد، یعنی دوباره میخواد فعالش بکنه. این داغون میکنه نتانیاهو رو که از یه طرف به ایران حمله نشه، و عربستان رو از یه طرف به ایران حمله نشه، به سوریه حمله نشه، از طرف دیگه دوباره عرصبتی مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل، فلسطینی ها و اسرائیل دوباره چیز بشه، فعال بشه، و کشاکش در سوریه را کاهش خواهد داد. همه چیز دیگر از اولویت کمتری برخوردار خواهند بود، از جمله مصر که یک موقع ستون اصلی سیاست خارجی امریکا بود، همچنین بحرین، لیبی، تونس، یمن، امریکا دیگه نمیتواند کار زیادی بکنه. اینا سیاست های جدیده که برای خانم رایس، که برای نخستین بار این بازبینی سیاسی رو هدف در هفته گذشته مطرح کرد و گفت هدف پرزیدنت آن است که نگذارد مانند رؤسای جمهور قبل از او حوادث خاورمیانه برنامه کار سیاست خارجی او را در خود بلع کند. سوالو برای اینکه برنامه های دیگه ای داره دیگه، خاورمیانه نمیتونه تمام چیزشو بلع بکنه. حالا عزیزان دقت بکنن، در همون تابستون ماه ژوئن موقعی که اوباما دو نفر رو وارد کابینش کرد، یکی همین خانم سوزان رایس بود،
یکی سمنتا پاور. عزیزانی که اینجا هستن این دو نفر رو میشناسن، اینا از اون دست راستی های وحشتناکن. این دو نفر طرفدار سرسخت دخالت بشر دوستانه هستن و به همین دلیل اینا بودن که اوباما رو وارد کردن در لیبی، به اصطلاح به بمباران لیبی به اصطلاح وارد بشه و لیبی رو به اون روز سیاه بنشونه. اینا بودن. حالا یه دفعه چجوری شده که به اصطلاح چیز کردن؟ حالا برای عزیزان در مقاله بعدی عرض میکنم. خانم رئیس میگوید ما نمیتوانیم 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته 24/7 به قول خودشون فکر و ذکر من صرف یک منطقه گرچه هم پر اهمیت باشه. سپس می افزاید او فکر می کند بهتر از قدری عقب بکشیم و به طریقی موشکافانه و بدون رو در بایستی ارزیابی کنیم که چه تصور و درکی از این منطقه داری. این رویکرد تازه نه تنها هیچ ربطی به سیاست برنامه کار آزادسازی به قول خودشون که جورج دبلیو میگفت ما میریم کشورهای دیگر رو آزاد میکنیم، همینطور که افغانستان رو آزاد کردن، عراق رو آزاد کردن، لیبی رو آزاد کردن، سوریه رو میخوان آزاد بکنن، آزادسازی. این رویکرد نه تنها هیچ ربطی به سیاست برنامه کار آزادسازی جورج دبلیو بوش ندارد، بلکه کاهش میزان نقش گسترده‌تر امریکا در منطقه است که کاهش میزانه که خود آقای اوباما 2 سال پیش فرمول بندی کرد. طرح کلی که در آخر هفته های تابستان در کاخ سفید تنظیم شد الگوی از پرگماتیسم یا واقع گرایی است، یعنی احتراز از اعمال زور مگر در صورت تجاوز به ایالات متحده یا متحدین او، اختلال در جریان نفت و یا شبکه‌های تروریستی و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی. ایناست، وگرنه از کاربرد زور این کاملا سوریه و ایران رو در نظر داره. این برنامه کار آشکارا گسترش دموکراسی رو که میگفتن ما دموکراسی رو داریم در مرکز توجه خود قرار نداره، در مرکز توجهش قرار نداره، که جورج دبلیو بوش همیشه میگفت این رفتن و حمله کردن و تجاوز نظامی گسترش دموکراسیه. از نظر خانم رئیس که کار او از اول جولای مصادف با یک سلسله بحران‌ها از سوریه گرفته تا خشم جهانیان بر سر فعالیت‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی همراه بوده، این بار بازبینی وسیله‌ای برای کوبیدن مهر خود، اون موقع که مهرش یه چیز دیگه‌ای بود، دخالت بشر دوستانه بود، حالا مهر دیگه ای داره میزنه بر اولویت های دولت عمان. مقامات شرکت کننده در نشست های فوق میگویند جر و بحث ها گاه شدید بوده و نتایج حاصل از این بحث ها در بقیه دوران ریاست جمهوری امریکا نقش بازی خواهد کرد، یعنی لااقل تا 3.5 سال دیگه. مسائلی که در این جر و بحث ها مطرح شده بود عبارتند از منافع اصلی امریکا در خاورمیانه چیست؟ شورش و طغیان در جهان عرب در مواضع امریکا چه تغییراتی به وجود آورده؟ آقای اوباما واقعا امید به چه دستاوردی میتواند داشته باشد و چه چیزهایی بیرون از حیطه قدرت اوست؟ حالا این سوالات که تازه مطرح شده دلایل بنیانی تری داره، حالا برای عزیزان توضیح میدم. جواب به این سوالا عبارت از این بوده، از برخورد معتدل و مختصر، برخوردی که به دیپلماسی اهمیت می‌دهد، درگیری امریکا را محدود می‌کند و این مسئله را که آیا آقای اوباما هرگز دوباره از نیروی نظامی در منطقه استفاده خواهد کرد را زیر سوال می‌برد. این هم عربستان و هم عرشوت که نتانیاهو رو و هم دست راستی‌های فاشیسم دینی و سلفی‌ها و مافیای اقتصادی رو ناراحت میکنه که این شمشیر داموکلس برداشته بشه. پیروی از این سیاست برای خانم رئیس 48 سالی که قبلا سفیر امریکا در سازمان ملل بوده نقشی غیر عادی است. کاملا همینطوره. او که یک متفکر سیاسی و با اعتماد به نفس متخصص امور افریقا به عنوان یک مدافع حقوق بشر
و طرفدار دخالت نظامی در صورت لزوم شناخته شده، این یه چیز عجیب غریبه براش. او جز اونهایی بود که اوباما رو قانع کرد که در حمله نظامی به لیبی شرکت بکنه. این اما روند این گفتگوها زیر نظر خود اوباما بوده و دائما سرفصل‌ها و جزئیات نجیگیری های این گروه را از آنها میخواسته. بعد سرفصل‌های سخنرانی خودشون به سازمان که در سازمان را به اینا داد که براش بنویسن. او در ماه مه سال 2001، حالا ببینید خود اوباما چطور تغییر کرده، او در ماه مه سال 2011 گفت که دولت ایالات متحده از دموکراسی، حقوق بشر و بازار آزاد با تمام توان سیاسی، اقتصادی و استراتژیک که در اختیار داره دفاع خواهد کرد. و این یه چرخشه سیاست جدید که جر و بحثهاش در ماه جولای و آگست در کاخ سفید صورت گرفته و نتیجهش سخنرانی اوباما، سیاستشون در مورد سوریه، مذاکره با ایران، اینا دلار. و اما در سخنرانی امسال سازمان ملل خود گفت برعکس سال 2011، ما به ندرت میتوانیم به طور یک جانبه به ویژه از طریق عمل نظامی به این اهداف دست یابیم. و البته اون وقت عرض شد که منتقدینش میگن که آره فلان و فلان و امثال هم. در این بحث ها برخی اولویت ها انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران شاید آخرین شانس را برای محدود کردن برنامه اتمی ایران پیش پای غرب بگذارد. آقای روحانی وظیفه کاهش تحریم ها را به عهده گرفته و علائمی در اشتیاق به مذاکره کاملا همینطوره. و اگر اینا ادامه پیدا بکنه و با مسافرتی که آقای ظریف به ترکیه داشته، بسیار مهمه، اگه ایران با ترکیه کنار بیاد و این عربستان و اسرائیل رو چطور ایزوله خواهد کرد، چه پیامدهایی برای کل منطقه این خواهد داشت. بنابراین از نظر سیاست خارجی کلی آقای روحانی و آقای ظریف کار کردن و از این جهت کاملا باید ازشون حمایت بشه، برخلاف این مافیای ضد بشری که دارن علیهشون این طور به حساب کارشکنی میکنن. این بازبینی بیش از هر چیز هدفش عبارت از معطوف کردن توجه دولت امریکا البته به منطقه دیگری از جهان، یعنی آسیا، علیه چین. حالا به هر حال وقت نیویورک تایمز 26 اکتبر خبر دیگه، عربستان سعودی در هفته های اخیر سیاست سنتی ملاحظه کاری خود را رها کرده است و این نشانه خشم عمیق آن حکومت از سیاست های خاورمیانه اوباماست. این دولت اکنون تهدید می کند که سیاست خود را از قدرتمندترین متحد خود جدا کرده و توان سیاسی و مستقل خود را در کمک به شورشیان علیه دولت پرزیدنت بشار اسد به کار خواهد انداخت. اما مقامات سعودی در پشت صحنه اذعان میکنند که فلان و فلان. من نمیرسم همه چیز رو، عزیزان، دو کشور و دو نفر در واقع، نتانیاهو و پادشاه عربستان، به شدت واقعا ناراحت. و اینا اگر صلح برقرار بشه، اگه یک مقدار آزادی و دموکراسی گسترش پیدا بکنه، کارشون تمامه. ولی باید ببینیم. من این چند دقیقه رو که به ساعت مونده میخواستم مقاله دیگه رو با عزیزان مطرح بکنم که از اون مهمتره، و اینه که چطور یک بار از سال 2011 تا به امروز کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. مقاله‌ای که در روزنامه گاردین 19 اکتبر 2013 اومده به قلم سویما ملنه. فرزاد جان، این چکیده کتابیه که نوشته زیر عنوان The Revenge of History، انتقام تاریخ.
عرشبت که سوماس ملنه از مرسی عزیز. از خبرنگارای جا افتاده و قدیمی و کارکشته روزنامه گاردینه. توی این میره به سال 2008، زمانی که ما میدونیم ساکاشویلی در گرجستان که یک دست نشانده و نوکر سرسپرده در حقیقت جورج دبلیو بوش و دیک چینی بود، رئیس جمهور اونجا بود، و ما میدونیم که به نیروهای روسیه در اوستیای جنوبی حمله کرد و روسیه هم با تمام قوا در برابر شیشت و خرد و متلاشیش کرد اون حمله رو، با آنکه سربازای روسی در اونجا روسیه کشته شدن در اونجا. و بعد چطور هم دیکچینی و هم جورج دبلیو بوش اخطار کردن به روسیه که اوستیای جنوبی رو، این اولا یک تجاوز بوده به یک کشور مستقل که حالا خودشون در تا خرخره هم تو افغانستان و تو عراق و چندین کشور دیگه بودن، اون وقت روسیه رو متهم کردن که تو به یک کشور مستقل، در حالی که اوستیای جنوبی یک بخش از روسیه است، اکثریت مردمش میخوان که بخشی از روسیه باشن. گفت که آره شما به یک کشور مستقل حمله کردید، بنابراین حق نداری که اوستیای جنوبی رو به رسمیت بشناسی، حالا استقلالش رو یا هر چیزیش رو، در حالی که کشتی های جنگی امریکا هم در دریای سیاه جولان میدادن. من اون موقع نمیدونستم که کشتی هاش هم آورده بود دریای سیاه. روسیه کاملا به رسمیت شناخت، مطلقا به اصطلاح امریکا نتونست کاری بکن. این رو عرض شد که سایما میل نوشته این یک نقطه عطف میدونه به عنوان، اصلا به اصطلاح عنوانش هست پایان نظم نوین جهانی. عرض شد که این مقالش عنوانش هست پایان نظم نوین جهانی، در واقع این اتفاقی که در نزدیکی در حقیقت گرجستان اتفاق افتاد. بنابراین برمیگرده به 2008، این ماه اوت 2008 بود. در ماه سپتامبر میگه اتفاق دیگه ای افتاد، بورس سهام نیویورک از هم فرو پاشید و متلاشی شد و در واقع امریکا و این دفعه بخش عظیمی از جهان وارد یک دوره در واقع رکود و یا بحران عمیق اقتصادی شد و این دومین ضربه ای بود که به این سیستم و به ویژه از نظر اقتصادی به امریکا خورد. و اون وقت میگه دلایلش این چیه؟ دلایلش میگه اینه که امریکا در افغانستان و عراق ارتشش و خودش چنان ضرباتی خوردن که واقعا در اون کواگمایر یا در حقیقت در اون باتلاق گیر کرده بودن و نمیتونستن کاری بکنن. علتش این بوده. حالا بعضی از عزیزان فکر میکنن، حالا عزیزان نه بلکه بسیاری از دشمنان ما واقعا، که آره حمله امریکا به عراق، عراق رو تبدیل به یک کشور دموکراتیک کرده و یک جنگ پیروزمند بوده، صدام حسین رو بالاخره از بین برد و از جمله این فکر و ذکر به اصطلاح جمهوری اسلامی و همه و اتفاقا در واقع همه جناحاش همینجوری فکر میکنن. حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم که در این زمینه خود اصلاح طلبا واقعا چه کمکی به امریکا کردن و چه خیانتی به ملت عراق کردن و چه نقشی در تخریب عراق داشتن. بگذاریم، اینا دردهایی که الان بعدن تاریخ اینا رو روشن خواهد کرد. حتی برای بسیاری از عزیزان خود من که فرضاً ایران چه نقشی در آغاز جنگ با عراق داشته و بعد چه کمک‌هایی به امریکا کرده و همین آقای خاتمی موقعی که امریکا به عراق حمله کرد چه رقص و پایکوبی می‌کرد و هنوز که هنوز هم رقص و پایکوبی می‌کنه که صدام حسین رو برداشتن و اینا، در سرنوشتی که عراق پیدا کرد و تجزیه شد و نابود شد، فقط گناه کشتارها در ایران نیست، بسیاری از گناهان افغانستان و عراق به گردن این هاست. تاریخ بعدن اینا رو روشن خواهد کرد
چه اینا چه نقش خائنانه ای داشتن. بگذاریم، این دومین ضربتیه که به این امپراتوری میخوره. ولی در همین زم چه اتفاق دیگه ای میفته و اون عبارت از اینه که چین که در حقیقت در بیرون از همه این قضایاست، اقتصادش چهار نعله پیش میره و بعد رشدی که داره تصور ناپذیره. و همینطور که عرض کردم در سال 2003 فرضاً اقتصاد چین 1/5 امریکا بوده، به 2012 که میرسیم در واقع نفر دوم میشه، یعنی از ژاپن میزنه جلو، اون موقع در واقع از پنجم میرسه به دوم. و حد زده میشه که فرضاً تا 2020 شاید از امریکا هم اقتصادش بزنه جلو و در نتیجه پیشرفت‌های عظیمی میکنه و تبدیل به یک قدرت جهانی میشه. موقعی که چین تبدیل به یک قدرت جهانی میشه، نتیجهش چی میشه؟ که از یک طرف امپریالیزم در حقیقت آدم کش گیر کرده توی عراق و افغانستان، یه نیروی جدید ظاهر شده و در نتیجه کشورهای ضعیفتر و کوچکتر فضای تنفسی براشون باز میشه تا بتونن بعضی لااقل از چنبره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خودشون رو رها بکنن. بنابراین این سومین واقعیه که اتفاق میفته، یعنی هم چین در حقیقت از اونجا به اصطلاح رها میشه و در حقیقت شروع به پیشرفت و رشد عظیمی میکنه و همین که کشورهای امریکای لاتین در درجه اول خودشون رو از این چنبره خلاص میکنن. بنابراین این هم اتفاق دیگه ایه. همه اینها باعث این میشه هر شبت که من بخشهایی در چنین شرایطی است که جنگ بوش علیه تروریسم موجب چنان رسوایی و شرمساری شده بود که دولت اوباما مجبور شد نام آن را به عملیات تصادفی آن سوی دریاها تغییر بدن، Overseas Contingency Operations. من باید یه مقدار برم از جلوتر. صعود چنین فضایی برای موج تغییرات و حرکت‌های ترقی‌خواه به وجود آورد که سراسر امریکای لاتین را فرا گرفت. و این چهارمین پیشرفت، یعنی در حقیقت هم پایان نظم نوین جهانی که صحبتش رو کردیم، هم فروپاشی عرصه‌ای که بورس سهام، هم رشد چین و تبدیل به یک قدرت جهانی شدن، و هم این که امریکای لاتین خودش رو رها کرد از چنبره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. و این چهارمین پیشرفت در سطح جهانی بود. در سراسر امریکای لاتین دولت‌های سوسیالیستی و سوسیال دموکرات به قدرت رسیدن و به مبارزه علیه نابرابری‌های اقتصادی و نژادی دست زدن. لااقل استقلال منطقه‌ای برپا کردند و منابع طبیعی خود را از دست انحصارات پس گرفتند. دو دهه عزیزان به این دقت بکنن، پس از آن که به ما اطمینان دادن که هیچ آلترناتیو دیگری جز نئولیبرالیسم وجود ندارد، آلترناتیو دیگری در امریکای لاتین ساخته شده است. حالا بعدش میگه ولی اینا بهای بسیار سنگینی، یعنی اینجا به قول خودش یک کاویت، یعنی یک قید و شرط هایی چیز میکنه، یعنی با واقع بینی برخورد میکنه. این تغییرات دورانساز، یعنی این چارت تغییر، البته به بهای فوق‌العاده سنگین و با قید و شرط‌هایی به دست آمده. همینجوری نیست. ما فکر نکنیم که تمام ایالات متحده تا آینده قابل پیشبینی قدرت نظامی برتر و سهمگینی باقی خواهد ماند. شکست نسبی این کشور در عراق و افغانستان به بهای مرگ و نابودی در ابعادی هنگفت به دست آمده. همینجوری اینا به دست نیومده و چند قطبی شدن جهان خودش کشاکش‌های خودش رو به دنبال داره و الگوی نئولیبرال گرچه از اعتبار افتاده، اما دولت‌ها
با کمربند سفت کردن های وحشیانه کوشش کردن دوباره آن را به جریان اندازن، هم در اروپا هم در امریکا، اینا که دست بر نداشتن. موفقیت های چین نیز به بهای سنگینی به دست آمده، از نابرابری گرفته کاملا، فقر و غنا در اونجا بیداد میکنه، تا مسئله حقوق بشر و تخریب محیط زیست. بعد در امریکای لاتین چی؟ شهر ثروتمندان امریکای لاتین نیز با پشتیبانی ایالات متحده مصمم به برگرداندن دستاوردهای به دست آمده هستند، همون گونه که در سال 2009 به انجام کودتای خشونتبار موفق شدند، در منظورش هندوراس. حرکت‌های انقلابی که سراسر جهان عرب در سال‌های 2010-11 را فرا گرفت و موجب تحولاتی در سطح جهان شد نیز توسط چنین تضادهایی زیر ضربن. در چنین شرایطی است که جنگ بوش علیه تروریسم موجب چنین رسوایی‌هایی شده. اینجا این به اصطلاح چیز اشاره چندانی نمی‌کنه به افشاگری‌هایی که ادوارد سنودن کرده. عزیزان باید اخبار رو دنبال بکنن که این افشاگری ها تمام دولت امریکا رو از بنیان خودش به لرزه درآورده. کشورهای اروپایی از جمله آلمان، یکی از کارکشته ترین سیاستمداراشون در واقع دو نفر، رفتن به مسکو و با ادوارد سنودن ملاقات کردن و ازش دعوت کردن که بیاد و شهادت بده در مجلس آلمان. شما تصورش بکنید که این افشاگری که اینا تلفن خانم مرکل رو داشتن به اصطلاح گوش میدادن و دنبال میکردن از 2002، قبل از اینکه بیاد و صدر اعظم آلمان بشه، از اون موقع دنبالش میکردن. این چه اثراتی گذاشته که دولت آلمان علارغم اینکه امریکا، سفارت امریکا بهشون هشدار داده که نرید و تماس بگیرید. در واقع این دومین کشوری بعد از روسیه که بهش پناه داد روسیه برخلاف خواست امریکا، و بعدش الان آلمان برخلاف خواست امریکا، که اینا نزدیکترین دوستان امریکا هستن. همینطور که عرض کردم جلسه قبل، آلمان در واقع نوکر و سرسپرده امریکا بوده. الان اینا رفتن و با اجازه دولت آلمان رفتن وطن. در چنین شرایطی است که این رسوایی ها باعث شده که عرض شد که دولت اوباما مجبور شد نام جنگ علیه تروریسم رو تبدیل بکنه به عملیات تصادفی آن سوی دریاها. تقریبا همگان تصدیق میکنن که جنگ علیه عراق یک فاجعه بوده و جنگ افغانستان محکوم به شکسته. عرض شد که من بخش هایی فقط از این مقاله رو میخونم. بعد میگه که اریک هابسبام، تاریخدان انگلیسی، فروپاشی اقتصادی سال 2008 را چیزی معادل فروپاشی دیوار برلین، دیوار برلین دست راستی ها تعریف میکنه. عموماً اینطور تصور میشد که پس از فروپاشی شوروی و سوسیال دموکراسی سنتی، نیروهای چپ دیگر هیچ آلترناتیوی برای عرضه در برابر نظام موجود ندارن. اما باید دانست که هیچ الگوی از پیش ساخته، این جالبه، این بحثی رو که آقای میلنی میکنه، اما باید دانست که هیچ الگوی از پیش ساخته به وجود نیامده است. حالا اینجا بعضی از عزیزان از من پرسیدن که تفاوت بین سوسیالیسم قرن 20 و قرن 21 چیه؟ بعضی از عزیزان از ایران هم میگن چرا تو سوسیالیسم میگی؟ اصلا سوسیالیسم قرن 20 اون سوسیالیسم نبوده. کاملا این حرفشون درسته. بارها و بارها و بارها من گفتم که در وجوه اساسی آنچه که در شوروی و اروپای شرقی پیاده شد تضاد 180 درجه با دیدگاه مارکس داشته، که من اینها رو تا حدودی باز کردم. بنابراین اون نه تنها سوسیالیسم نبوده، حتی سرمایه‌داری دولتی هم نبوده به نظر من، و به قول مزاراش سیستم سرمایه پسا سرمایه‌داری، که من موقعی که راجع به سرمایه صحبت می‌کردم که چند نوع سرمایه‌داری داریم، سرمایه پیشا سرمایه‌داری،
سرمایه سرمایه داری و سرمایه پس از سرمایه داری. بنابراین این در جواب عزیزی که از ایران به من چیز کرده، ولی دیگه سوسیالیسم واقعا موجود یا سوسیالیسم قرن 20 جا افتاده. از این جهتی که ما لغت سوسیالیسم، وگرنه ربطی به سوسیالیسم نداشته. ولی حالا این صحبت اینو میکنه که هیچ چیزی از پیش، به قول خود مارکس، ما نمیتونیم برای جامعه آینده نسخه اتو کشو در بیاریم و نسخه پیچی بکنیم. خیلی هستن در امریکا، استادای دانشگاه، انسانای بسیار هم ترقیقا که از حالا نسخه پیچی میکنن. همیشه مگداف میگفت در به اصطلاح گرد همایی که بود، میگفت که از پیش ما هیچ نمیتونیم چیز بکنیم، از پیش ساخته، بلکه به تدریج مردم با توده های مردم، کارگرا و زحمت کشا، با تجربیات روزمرهشون آجر به آجر اینو درست میکنن. از سیستم شوروی گرفته تا دولت رفاه کینزی گرفته تا نئولیبرالیسم تاچر و ریگان، هیچ کدوم به طور پیش ساخته نبودن، همه از درون فعالیت های بلبداهه گذشتن با انگیزه های ایدئولوژی و در شرایط خاص تاریخی. همین مسئله در مورد دوران بعد از بحران نظم نئولیبرال کنونی نیست صادق است. حالا بچه من اینو میخواستم عرض بکنم دنبال اون خبر نیویورک تایمز که اگر اوباما اسمو عوض میکنه، اگر کشتیبان را سیاستی دیگر میاد، به خاطر بشر دوستی و امثالهم و امثالهم نیست، به دلیل محدودیت هاشونه. که این میگه جنگ ایران و عراق اتفاقا نشون داد که اینها قدرت نظامیشون به هیچ وجه نمیتونه اون ارادهشون رو به توده های مردم تحمیل بکنه، یعنی به اهداف سیاسیشون بتونن برسن. و در نتیجه این نشون داد که قدرت مافوق تصور نظامیشون محدودیت داره، چرا که نیاز به بازسازی اقتصاد درهم شکسته کنونی بر پایه سیستمی دموکراتیک‌تر، عادلانه‌تر و خردگراتر وجود دارد. هم بحران اقتصادی و هم زیست محیطی نه تنها مالکیت عمومی، بلکه دخالت عموم مردم به تغییر مسیر ثروت‌ها و قدرت‌های سیاسی را می‌طلبند. فشار واقعیت زندگی به سوی راه حل‌های ترقی‌خواهانه است. این توی گاردین اومده. قیام‌های سال‌های اول قرن 21 امکان برپایی نوع جدیدی از نظم جهانی و تغییر واقعی و اصیل اجتماعی اقتصادی را به روی ما گشوده است. این رو من در این حد می‌خواستم عزیزان خونده باشم که در واقع علت این که اینا سیاست‌هاشون از تابستون، یعنی در ماه‌های در واقع ماه آگست و سپتامبر، یک سلسله نشست‌ها در کاخ سفید داشتن. خانم سوزان رایس در اونجا و با سایر آقای رودز بوده اونجا، آقای دانیلان بوده اونجا، آقای دانیلان که قبلا مشاور سیاسی بود که کنارش گذاشت اوباما و این خانم رایس رو آورد. من فکر می‌کردم که میخوان هم به سوریه و هم به ایران حمله نظامی بکنن، در حالی که سیاستشون تغییر کرده. این اثر مستقیم روی کشور ما میذاره و روی منطقه میذاره که این یه شکست میتونه باشه برای همین مافیایی که داره اینطور وحشیانه کارشکنی میکنه علیه دولت آقای روحانی. و ملت ما باید بدونن که تا زمانی که اصلاح طلبا و آقای خاتمی و آقای هاشمی و آقای روحانی بخوان سکوت بکنن و به مردم مراجعه نکنند، مردم خودشون باید در صحنه باشن با تمام قوا و توانشون. اینه که الان تکیه باید روی دشمن داخلی باشه، چون خطر دشمن خارجی به شدت کاهش پیدا کرده. نکته این دوتا مقاله رو که من برای عزیزان خوندم اینه. خود من در این برنامه ها همیشه با احتیاط برخورد می کردم،
تغییر این سیاست که هم نتانیاهو رو هم پادشاه عربستان رو سوزونده، در حقیقت دست راستی های فاشیسم دینی و سلفی در ایران رو هم باید بسوزونه و ملت ما و مردم ما و کارگران زحمتکشان در ایران باید دست به عمل بزنند، وگرنه موقعی که این آدمخوارا اینطور یک چنین هجومی رو آغاز کردن، اگه جلوشون گرفته نشه، ملتی که سازشکار، تسلیم طلب و بی استخوان باشه آینده ای نداره. اینو ملت ما باید بدونن. و من بحثی رو که از چندین جلسه پیش، حالا خبر اولی رو که خوندم یه مقدار در قشر، خبر دومی رو که از گاردین خوندم یه مقدار عمیق‌تر رفته، ولی همه اینا ریشش کجاست؟ ریشش در جای دیگه است. بحران ساختاری نظام سرمایه که اینا رو ما باید از نظر تئوریک بدونیم بنیانهای تئوریکش چیه، ریشه های این قضیه چیه، چرا اینا دارن با شکست روبرو میشن، چرا نظم نوین جهانی با شکست کامل. عزیزان به یاد بیارن که جورج بوش اول در 1991 اون موقع من راجبش صحبت کردم، این نظم نوین جهانی رو در کنگره امریکا در نشست مشترک اعلام کرد، یعنی سلطه بلا منازع امریکا بر جهان. و بعدش هم ما میدونیم در دهه 90 تمام به اصطلاح کلین بریک، عرض شود که پراجکت فور نو امریکن سنچری، تمام این اسناد بیرون اومد که این صهیونیستا و در رأسش پال ولفوویتز تئوریسین های اینا بودن. به امریکا به اینجا رسید، اینا به عراق ارتش امریکا رو کشوندن، به افغانستان کشوندن، به لیبی کشوندن، سوریه اینطور میخواستن بکشونن و علیه کشور ما، و الان به کجا رسیدن. اینا همه ریشه های عمیق داره. من بحث رو راجع به ریشه ها یا در حقیقت ویژگی های سرمایه‌داری هر شبت که دنبال میکنم. هفته گذشته من صحبت از چند تا تعریف کردم، همینطور که عرض کردم اینا الفباهان، اینا سنگهای اولیان که ما تا زمانی که اینا رو فرا نگیریم نمیتونیم اصولا اقتصاد سیاسی بفهمیم یعنی چه. اقتصاد سیاسی که تو دانشگاه های امریکا درس میدن چیزی به این دانشجوها نمیده، آدمایی مثل پژویان رو تربیت میکنه که اقتصاد ایران رو به خاک سیاه منشونه، آقای نیلی، امثال هم، آقای نهاوندیان، که با نهایت تأسف اینا جزء به اصطلاح چیزای اقتصادی آقای روحانی هم. این هم هست، من جنبه اقتصادی دولت آقای روحانی رو زیاد راجبش صحبت نکردم. اینا اگر این سیاست ها رو با پشتیبانی هاشمی رفسنجانی پیاده بکنن، تعدیل اقتصادی، تعدیل کارگری، امریکا اقتصادش به چه دلیل به این روز سیاه افتاده؟ به دلیل همین تعدیل ساختاری، تعدیل کارگری، structural adjustment. اینو ترجمهش کردن به تعدیل ساختاری. آقای هاشمی رفسنجانی پیادش کرد، اقتصاد امروز ایران رو به اینجا رسوند و آقای روحانی میخواد دنباله اون باشه. ملت ما اینا رو هم باید بدونن که حتی اگر در مورد چیز هم موفقیت هایی به دست بیاره، بعدش میرسیم به اقتصاد که چنون اقتصادی رو میخوان پیاده بکنه، نه موفقیت میاره به هیچ وجه. امریکا همینطور که عرض کردم در شیلی اینو پیاده کرد 1973 به دست پینوشه، شاک داکترین، و حالا میخوان در ایران پیادهش بکنه. خود امریکا رو اقتصادش رو چی به اینجا؟ که حالا عرض شود که از اونجا که
من صحبتم این بود که چطور در حقیقت صنعت از صنعت کارگاهی به صنعت کارخانه‌ای رسید و معنای انقلاب صنعتی هم همینه. پیامدهای عظیم این قضیه داره که در ابتدا فکر می‌کردن که تمام است کار. من نظر یکی دو نفر از در واقع به اصطلاح تئوریسین‌های بزرگ مثل آدم اسمیت، دیوید ریکاردو و اینا هر دوشون انگلیسی و ژان باپتیسه در فرانسه، در حقیقت ژان باپتیسه از شاگردای آدم اسمیت بود، منتها دست راستی تر از آدم اسمیت بود. نظرشون اینه که هر تولیدی مشتری خودش رو به وجود میاره، یعنی هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود میاره. این از اون چیزهای بسیار پر اهمیت مخصوصا ژان باپتیسه هستش. مارکس اینا رو به چالش میگیره، میگه اینطور نیست، به هیچ وجه ثابت نمیتونید بکنید که هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود بیاره. آره، اگر واقعا به اصطلاح امپلویمنت یا مشاغل کامل داشته باشید، یعنی در واقع بیکاری نداشته باشید، ممکنه این صدق بکنه، ولی در نظام سرمایه‌داری شما میتونید بیکاری نداشته باشید؟ به هیچ وجه. حالا عرض میکنم که چرا نظام سرمایه‌داری نمیتونه که بیکاری نداشته باشه، نمیتونه که لشکر ذخیره بیکار نداشته باشه، و اگر نداشته باشه نرخ سودش میاد پایین. باید لشکر ذخیره بیکار داشته باشه تا بتونه روی اونایی که کار میکنن فشار بیاره و سطح دستمزدشون رو یا ثابت نگه داره و یا بیاره حتی پایین تر. موقعی که شما کارگر رو استثمارش میکنی، سودتو میبری بالا، به این مسئله توجه نداری که این جنسی رو که تو تولید میکنی کی میخواد بخره. کارگر که فقط تولید کننده نیست، مشتری هم هست، کنسیومر یعنی مصرف کننده است. بنابراین بین تولید که عظمت پیدا میکنه از یک سو و قدرت خرید که عبارت باشه از تقاضای مؤثر، شکاف میفته. بحث مارکس در برابر ژان باپتیسه، ریکاردو و چیز، حالا حرف کدوماشون درست از آب در اومد؟ تاریخ قضاوت میکنه و قضاوت کرده، و این آقایان در ایران هم میخوان همین سیاست رو پیاده بکنن. کینز در واقع کاری که کرد، اومد گفت که بازار آزاد کار به اندازه کافی نمیتونه ایجاد بکنه و دولت باید وارد عمل بشه برای اینکه کار ایجاد بکنه، برای اینکه قدرت خرید به وجود بیاره، برای اینکه تقاضای مؤثر به وجود بیاره. که اینا مگه گوش میکنن به حرف کینز؟ علت اینکه اقتصاد امریکا اینقدر شکوفا بوده بین 1945 تا 75 چی بوده؟ لااقل برنامه های کینزی رو پیاده کردن. البته دلایل دیگه ای داشته که اینا رو سویزی مفصلا باز کرده که چرا بعدش، بعد از اینکه تمام ویسا این تمهیدات اینا بعد از جنگ دوم جهانی از بودجه عظیم جنگی گرفته تا بازسازی خرابی های جنگ تا انقلاب اتومبیل و و و و و و به اصطلاح تبلیغات عظیم برای ویسا بالا بردن سطح مصرف مردم امریکا، اینا دلایل واقعیش بوده که تا سال 1970 و 75 در واقع تمی چشه اینا، و در نتیجه در حقیقت سیاست های کینزی هم دیگه عمل نمی کنه. فقط این نبوده، ما فکر نکنیم که سیاست های کینزی، حالا الان همین آقای پال کروگمن و هرچه که رابرت رایش و هرچه که جوزف استیگلیتس و اینا کینزی ها هستن، فریاد می کشن که آره بودجه اینطور، باید بودجه رو به اصطلاح قرض رو ببرید بالا، هیچ مسئله‌ای به وجود نمیاره و غیره و غیره، برای اینکه کار به وجود بیارید. ولی اون واقعا حل میکنه؟ به هیچ وجه. مسئله فوق العاده بنیانی تره. از اونجا که افزایش بهره‌وری کار یکی از عملی ترین و منطقی ترین راه های بالا بردن ارزش اضافی نسبیه،
عزیزان باید بدونن که سرمایه یک رابطه اجتماعی سلطه و تابعیته. تا زمانی که تمام توده های مردم ازشون سلب مالکیت نشده باشه، در واقع این سلطه نمیتونه کامل باشه. من مثالی برای عزیزان زدم که هنری فورد در 1914 که در حقیقت 50-60% مردم اون زمان روی زمین کار میکردن، یه تیکه زمین داشتن، حدود 50% از مردم امریکا، و هر وقت یه ذره کارخانجات و صنایع میخواستن بهشون فشار بیارن، لااقل این 50% از کارگرا یه جایی داشتن که برن رو زمینشون، در اینجا فشار نمیتونستن، سرمایه‌دار نمیتونست فشار بیش از حدی روشون وارد بکن. میبایست به طور الان 2% از مردم امریکا در بخش کشاورزی هن، از 50% اون زمان. در ایتالیا بعد از جنگ دوم جهانی 50%، در فرانسه همینطور، الان هر کدوم از این کشورها 2-3%. خب اینا، این کشاورزا کجا رفتن؟ تبدیل به طبقه کارگر شدن. حالا چه یقه سفید چه یقه آبی، ازشون سلب مالکیت شده و در نتیجه اجبار دارن که نیروی کارشون رو بفروشن، یعنی زیر سیطره سرمایه برن. حالا ولی به این اکتفا نمی کنه سرمایه دار یا نظام سرمایه. من همیشه موقعی که عرض می کنم، حالا من یه لیستی برای عزیزان میدم که موقعی که من راجع به سرمایه دار صحبت می کنم، در حدود 15 بانک هستن که اینا در حدود 40% از کل ثروت جهان رو کنترل می کنن و 160 مدیران اینها در رأس اینا. ما موقعی که راجب یه مغازه دار تو ایران که 2-3 دهن مغازه دار صحبت نمی کنیم، ما راجب سرمایه جهانی داریم صحبت می کنیم. منطقی در این راه های بالا بردن ارزش اضافی نسبی، هدف سرمایه سوده و نه رفع نیاز انسان، بنابراین میخواد سود رو به حد اکثر برسونه. شما دو نوع ارزش اضافی دارید، یعنی سود در واقع که منجر به سود میشه. سود با ارزش اضافی فرق میکنه، یه کمی پیچیده است، نمیخوام واردش بشم، ولی ارزش اضافی مطلق دارید که با اضافه کردن ساعت کاره که در قدیم بوده، ولی این مانع ایجاد میکنه. اون چیزایی که فرضاً انگلس در کتاب 1844ش میگه، وضع طبقه کارگر در انگلیس، 14 ساعت زنا و بچه ها کار میکردن در شرایط وحشتناک، این نمیتونست ادامه پیدا بکنه، میباید چاره ای براش میشد. بنابراین میباید کارگاه به کارخونه تبدیل میشد و این کارخونه هم طوری باید باشه که ارزش اضافی نسبی رو بالا میبره و در نتیجه افزایش نرخ سود رو بالا میبره. بنابراین سرمایه دار شدیدترین انگیزه رو برای پیش برده هرچه بیشتره هم تقسیم کار و در نتیجه پیش برده تکنولوژی و دانش در امر تولید داره. هفته گذشته من راجع به دو نوع کار صحبت کردم، یکی کار لازم و یکی کار اضافی. کار لازم اون بخش از ساعات کاره که مزد کارگر رو جبران میکنه، بقیهش ارزش اضافیه که تو جیب سرمایه دار میره. ارزش اضافی یعنی کار اضافی، کار اضافی ارزش اضافی رو به وجود میاره. هدف سرمایه دار چیه؟ که کار لازم رو به طرف صفر ببره، یعنی حذفش کنه، یعنی احتیاج اصلا به کارگر نداشته باشه. و الان شما آدمایی مثل یورگن هابرماس و آقای دانیل بل و این عرصه‌وقت که سرسپرده‌های ایرونیشون که اسم خودشون گذاشتن آینده نگر، فیوچریست، میگن اصلا دیگه احتیاجی به کار نیست، همه چیز دیجیتال شده، مثلا اتومبیل تبدیل به دیجیتال شده، کارگر اینو به هم میزن، نه خیر، همش دیجیتال شده، انفورمیشن تکنولوژیش. اینا گفتن جا به جایی میرسه
هم یورگن هابرماس که دیگه کارگر در واقع چیز رو تولید نمیکنه، ارزش تولید نمیکنه. این علم و تکنولوژیه که ارزش اضافی، که من در یکی از جزوات جواب اینا رو دادم که خب خود علم و تکنولوژی چیه؟ مگه خود کارگرا علم و تکنولوژی رو به وجود نیاوردن؟ حالا از اون دانشمندش گرفته تا کسی که بیل میزنه و تجربیات کل بشره که در خدمت اینا قرار گرفت. دانش و تکنولوژی در واقع تجربیات کل نسل‌های پس از دیگری، تسلسل تمام این نسل‌هاست که بعدش سرمایه میاد چنگ میندازه روش. وگرنه اینا دستاورد بشر بوده. یکی از کارهایی که سرمایه داری میکنه از علم فیزیک، از علم شیمی، از علم مکانیک، همه اینا استفاده میکنه که اینا دستا و چنگ میندازه روش برای به زیر سیطره کشوندن و به بردگی کشیدن کارگر، یعنی اکثریت عظیم جمعیت، چون هدفش بالا بردن سودشه. علت این که این طمع ورزی جز ذات بشر نیست، سیستم انسانها رو طمع ورز میکنه. برای اینکه اگر کسی بخواد، سرمایه‌داری بخواد انسانیت بخرجش، بیرونش میندازن، تموم میشه کارش. باید بیرحمانه سودش همینجوری ببره بالا و نرخ سودش رو باید ببره بالا در رقابت با رقباش. بنابراین انگیزه شدیدی داره که از آخرین تکنولوژی ها استفاده بکنه برای اینکه ارزش اضافی نسبی به وجود بیاره. ارزش اضافی همینطور که عرض کردم مطلق ساعات کار، ولی در ارزش اضافی نسبی شدت کار رو شما زیاد میکنی، یعنی در هر واحد زمان تعداد بیشتری جنس تولید میکنی. من یه مثال بزنم. دو نوع لباسشویی ما داریم، یکی عرض شود که میتگ، یکی ورلپول. میتگ یکی از این دوتا، حالا دقیقا یه چیزی کشف کرد، یه تکنولوژی که به جای اینکه در هر دقیقه کارگر بتونه 40 در سوار بکنه، 60 میتونه سوار بکنه. این ارزش اضافی نسبی رو میبره بالا و در نتیجه کاملا میتونه با اون یکی رقابت بکنه در بازار، برای اینکه اگر هر دو رو به یه نرخ بخرن، این ارزونتر براش تموم میشه. اونی که به جای 40 در 60 در میتونه وصل بکنه یا به اساس سوار بکنه. بنابراین بسیار مهمه که از آخرین اختراعات، ابداعات و نوآوری ها استفاده بکنه. هدف عبارت از اینه که مزدی رو که به کارگر میده، یعنی کار لازم رو به طرف صفر ببره و ارزش اضافی رو به طرف 100% ببره، یعنی سود خالص. تمام ربات هایی رو که میذارن هدفش چیه؟ هدفش دقیقا همینه که کارگر وای میسه پشت یک کامپیوتر و ربات داره کار میکنه. از 1000 که قبلا بوده کارگر در یک کارگاه یا کارخونه، 100 میذاره، 50 میذاره، بقیه ربات میاد به جاش کار میکنه. در نتیجه ارزش اضافی نسبی رو میبره بالا، یعنی شدت کار رو، و تعداد زیادی از کارگرها رو هم بیرون میکنه. و در نتیجه مارکس بحث مفصلی داره با تاماس مالتوس. من اینجا از تاماس مالتوس یه سلسله نقل قول ها آوردم که این بانک کشیش بود، مثل بعضی از آخوندهای ما ضد انسان ترین افراد بود در اون زمان انگلیس، که میگفت به طور کلی کارگرایی که بیکارن، این تقصیر سیستم نیست، اینا یه مش تنبلن، اینا نباید بچه به دنیا بیارن و باید بذاریم بمیرن. مثل همین دستراسی های الان که عرض شد که در کنگره امریکا فود استمپ، یعنی به اصطلاح کوپن غذایی رو زدن، دارن میزننش، یعنی باید بمیرن. 48 میلیون امریکایی فقط به خاطر کوپن غذایی به زندگیشون خودشون، و نیمی از اینا بچه ها زندگی میکنن، دارن قطعش میکنن. اینا تئوری های تاماس مالتوس رو، یعنی دست راستی ترین و ضد انسانی ترین تئوری ها رو دارن میارن و دارن در امریکا پیاده میکنن، که حالا آقای پژویان امثالم هم لابد در ایران میخوان اینا رو پیاده بکنن. در برابرش
مارک صحبت میکنه که جمعیت اضافی که تو میگی در اثر زاد و ولد بیمحابای طبقه کارگره، علتش اون نیست. علتش عبارت از اینه که تکنولوژی بخش عظیمی از کارگرا رو محروم از کار میکنه و در نتیجه خود سیستم سرمایه‌داری یکی از عواقبش ایجاد بیکاری گسترده است. اگر شما کار به وجود بیاری و همین کارگرای معمولی بتونن آموزش ببینن، هم تعداد فرزندهاشون میاد پایین، همین که بقیهشون جذب کار میشن. بحثش با توماس مالتوس این بوده. ولی اینا به طور کلی میخوان که زمان کار لازم رو به صفر برسونن، یعنی گرایش عمومیشون نمیتونن. با اون وقت این حالا چه تضادی به وجود میاره؟ تضاد بین عرضه و تقاضا. بارها و بارها راجع به این قضیه من صحبت کردم، ولی جا داره که باز هم صحبت بکنیم که در بطن و در سرشت نظام سرمایه داری بحران خوابیده. برای اینکه از یک طرف با علم و تکنولوژی و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی تولید رو به طور عظیمی بالا میبره، از طرف دیگه همین علم و تکنولوژی بخش عظیمی از کارگرا رو به لشکر بیکاران میفرسته که قدرت خرید ندارن، و در نتیجه شما از یک طرف عرضه عظیم داری، از طرف دیگه تقاضای مؤثر به اندازه کافی نیست و کل این داستانها رو به وجود میاره. یعنی بازارها به قول معروف اشباع میشه. و اینا حالا تمهیداتی به کار میبرن که تا مدتی کار میکنه، ولی حباب به وجود میاره و امثال هم و امثال هم. حالا عزیزان، من این چند دقیقه که مونده اینو ادامه میدم. گرایش اجتناب ناپذیر سرمایه افزایش قدرت تولید و بهره‌وری کار است کاملا. برای اینکه به قدرت تولید رو ببره بالا با کمترین میزان کارگر تا بتواند کار لازم یا necessary labor رو تا حد ممکن نفی کنه، این گرایش با تبدیل وسایل کار به ماشین تحقق پیدا میکنه. اینو من از گروندریسه گرفتم. علت اینکه من نقل قول از مارکس میارم، باید من مقاله آقای چیز رو برای عزیزان بخونم، آقای بهروز خلیق، یکی از این چپهای بریده تو اخبار روز، برداشت آزاد از نظریات مارکس. چپ بریده واقعا اینا رو ما میگیم عزیزان. شاید مثلا اینا یه زمانی مثلا نوکر و سرسپرده امریکا بودن، شوروی بودن. حالا ببین، وجوهی از اندیشه های مارکس از ابتدا اشتباه بوده و در گذر زمان خطا بودن آنها آشکار شده است. آقای بهروز خلیق، مثل دو قطبی شدن جامعه سرمایه داری. یعنی مارکس اشتباه میشه، دو قطبی نمیشه جامعه. طبقه کارگر و سرمایه داری وجود نداره، عرصه باید که تضاد طبقاتی وجود نداره. واقعا خودشون رو هنوزم چپ میدونم. یعنی بغل گوش این آدم که چیز هستش، خویشون در آلمان مثلا فکر میکنم، بغل گوشش که مثلا ایتالیا و اسپانیا و پرتغال و یونان هستن، اصلا 50% از جوانای چیز یونان بیکارن و میزان بیکاری 28% در سطح جامعه. 50% از جوانا بیکارن. در اسپانیا و پرتغال هم همینطور، در ایتالیا داره اونجوری میشه، بعدن به فرانسه خواهد رفت. خب دیگه مثل دو قطبی شدن جامعه سرمایه داری از نظر آقای بهروز وجود ندارد. این پیشرفت های علمی تکنولوژی، گرچه در دوران شکوفایی نظام سرمایه‌داری، اینا را دیگه خود من موجب پیشرفت‌های شگرفی برای جامعه بشری، تسلط انسان بر طبیعت و رهایی انسان از تاریکی و جهل و مرض شد. اما در دوران متأخرش، به جای اون که در خدمت بشریت قرار گیرد، ادوارد سنودن نشون داد
که آخرین دستاوردهای اینفورمیشن تکنولوژی چطور بشریت رو به بردگی میکشه، تبدیل به عاملی سهمگین. اینو من 18 سال پیش اون موقع اینترنت هنوز ما اطلاعی نداشتیم از تبدیل به عاملی سهمگین برای به بند کشیدن و نابودی انسان‌ها، هواپیماهای بی سرنشین و بازداشتن نیروهای مولده از حرکت به سوی جامعه آزاد از فقر، جهل و مرض و بی‌عدالتی شده است. وقت من تمام اینو ادامه میدیم عزیزان، هرچود که عزیزان میدونن که این برنامه ساعت 9 شب ادامه پیدا هرچود که تکرار میشه و بعدش به سایت خودم mohit.gulshan.com صداش میره، یک کمی تأخیر داشته ولی بعدش به مردم تیوی، دانشجو تیوی و به فیسبوک استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی خواهد رفت. امیدوارم عزیزان کمک هاشون مطابق معمول ادامه پیدا بکنه تا برنامه هم بتونه ادامه پیدا بکنه. فرزاد جان خیلی ممنون، شب و روز عزیزان خوش.